در روسیه ی ولادیمیر پوتین، کشور میزبان جام جهانی، تنها یک مکان وجود دارد که جدا کردن ورزش و سیاست در آن کار مشکلی است. اینجا گروزنی است، پایتخت چچن. اردوگاه تیم ملی مصر در این شهر است. محمد صلاح، بازیکن تیم لیورپول که بعد از مصدومیتش دوباره به زمین بازی برگشته، سعی می‌کند روی تمرین‌هایش تمرکز کند، اما مشغولیت‌های دیگری برایش پیش می‌آید. هفته پیش رهبر بحث برانگیز چچن با او دور استادیوم قدم زد. رمضان قدیروف در فهرست تحریم شدگان آمریکا قرار دارد. او به نقض شدید حقوق بشر متهم است. اما او کاملا مایل بود که ما را به کاخش دعوت کند. آقای قدیروف در گذشته از شورشیان چچن بود که به نفع روسیه تغییر جهت سیاسی داد. حالا او چچن را مانند ملک شخصی خودش اداره می کند. منتقدان شما میگن که شما از محمد صلاح به عنوان وسیله‌ای برای ارتقای وجهه سیاسی خودتون استفاده کردین. این تفسیر درسته؟ همه اینجا بازی کردن، حتی مارادونا، ولی ما هیچ وقت از اینجور چیزا برای تبلیغات سیاسی استفاده نمی کنیم. به دشمنان ما پول میدن که این چیزها رو بنویسن. من محمد صلاح یا تیم مصری رو دعوت نکردم، اونا خودشون ما رو انتخاب کردن. البته همه سیاستمدارای دنیا دوست دارن با شخصیت‌های مشهور عکس بگیرن، اما اون چه این مورد رو بحث برانگیز میکنه، اون چه که حضور تیم ملی مصر در چچن رو جنجالی میکنه، شهرت رمضان قدیروفه، یکی از قدرتمندترین و رعب‌انگیزترین مردان روسیه. اگر با ماشین در شهر گروزنی چرخی بزنید، میبینید که این شهر بعد از دو جنگ ویرانگر تحت حکومت رمضان قدیروف جان تازه‌ای گرفته. اما به چه قیمتی؟ کنشگران حقوق بشر میگویند او فضایی پر از ترس و وحشت به وجود آورده. نیروهای امنیتی او را متهم میکنند که خودسرانه مردم را دستگیر و بازداشت میکنند و جامعه همجنسگرای چچن را هدف میگیرند. اعدام‌های بدون محاکمه، ناپدید شدن‌های اجباری مخالفان، آزار و اذیت همجنسگراها، اینها اتهاماتی است که به شما وارد می‌کنند. آیا درستن اینا؟ کسانی که اینا رو می‌نویسن، من اونا رو به عنوان انسان قبول ندارم. ما به هومو چی بود اون کلمه‌ای که گفتی؟ هوموسکشوالیته؟ من با این کلمه آشنا نیستم. ما در مورد اونها حرف نمی‌زنیم. یه دونه هم از اونها نداریم. اینجا یه مرد مرده و یه زن هم زنه. و یه سگ هم سگه. دومین نگوارید. ویدی پسمتری اونا سوز مشینه مشینه جنشنه جنشنه جیوتنه جیوتنه. رمضان قدیروف میگوید مردم چچن به سنت ها و اعتقاداتشان احترام میگذارند. میگوید آنها ملتی صلح دوستند. اما این وجهه رمضان قدیروف است که با ادعای فیفا در مورد جام جهانی فوتبال مغایرت دارد. ادعای نزدیک کردن مردم به یکدیگر. استیو روزنبرگ، بی بی سی نیوز، گروزنی.